به نقاشی مادران خوش آمدید. موضوع امروز گذشته من است. این هفته و هفته بعد مهلتی خواهد بود تا به گذشته خودتان دیدار کنید. امروز ما می خواهیم خاطرات و احساسات گذشته را یادآوری کنیم و فعالیتی را انجام بدیم. آخرین بار که موضوعی ما احساسات من بود، خاطرات و احساسات گذشته را مرور کردیم و آن را در نقاشی بروز دادیم. یادتان می آید؟ کلاس امروز از لحظات یادآوری گذشته مشابه است. اما امروز از راه جدیدی آنها را ابراز می کنیم. من کمی درباره اش برایتان توضیح می دهم. هر کدام از شما خاطراتی متفاوتی از گذشته دارید. زندگی در زادگاه شما و همچنین رفتار از آنجا برای هر یک از شما متفاوت بوده و حالا هم زندگی هر یک از شما با دیگری متفاوت است. پس همه ما در یک زمان زندگی می کنیم اما هر یک از ما تجربیات متفاوتی داریم و بر این اساس احساسات مختلفی را احساس می کنیم. همه ما فرصتی برای دیدار با گذشته خودمان داریم وقتی گذشته ایمان را به خاطر بیاریم برخی از ما ممکن است بیشتر با خاطرات خوب روبرو شوند و برخی از ما بیشتر با خاطرات بد لازم نیست خویتان مجبور کنید که خاطراتی را که نمیخواهید بهشان فکر کنید را به یاد بیارید می توانید خاطرات شاد لذت بخش یا خاطرات سخت غم انگیز و یا نامساعد را یادداشت کنید کسانی که نوشتن آنها برایشان مشکل است می توانند تصویر ساده بکشند تا راحت تر به خاطر بسپارند از آنجایی که قصد داریم آنها را در آثار هنری بیان کنیم پنج تا ده خاطره عالی خواهد بود اکنون ویدیو را مکس کنید و خاطراتی را که به طور طبیعی هنگام گوش دادن به موسیقی به ذهنتان میرسد را یادداشت کنید آیا درباره این فکر کردید اکنون میخواهید خاطره ای را که به یاد آورده با استفاده از وسایل رنگامیزی مختلف از جمله پاستیل بیان کنید از آنجایی که پاستیل یک ماده جدید است اجازه دهید ابتدا آن را به شما معرفی کنم پاستیل یک ماده بسیار نرم است. بنابراین باید با دقت از آن استفاده کنید. اگر آن را رو روی زمین بیندازید خیلی راحت میشکند. وقتی از آن استفاده میکنید پودر را خواهید دید که بیرون میآید. پودر را با دهان خود فود نکنید، بلکه آن را با دستمال یا انگشت خود روی صفحه بمالید. سپس میبینید که پودر روی کاغذ رنگ میدهد. دهد. بنابراین ریختن تمام پوز در سطل آشغال ممکن است اسراف مواد باشد. اکنون که میدانید چگونه از پاستیل استفاده کنید می توانید آزادانه خاطرات و احساساتی را که به یاد آورده اید بیان کنید ابتدا به این فکر کنید که چه احساساتی با خاطره ای که به یاد آورده اید مطابقت داره به احساسات خود در آن زمان فکر کنید ویدیو را برای لحظه ای مکس کنید و به لیست احساسات روی صفحه نگاه کنید و به آن فکر کنید آیا درباره این فکر کردید در اینجا به نحوه انجام آن میپردازیم اما از آنجایی که من احساس خود را اینگونه بیان کردم آن را کپی نکنید بلکه احساسات خود را بیان کنید به این ترتیب می توانید احساسات مختلف خود را به شکلهایی و با هر شکلی بیان کنید یا می توانید هر موضوعی را بیان کنید که می تواند خاطرات و احساسات شما را نشان دهد برای مثال می توانید از طبیعت، حیوانات، خانه، شخص، اشیاء و غیره را با احساسات خود بیان کنید سپس ابتدا کاغذ طراحی سفید را به شکلی برش دهید که با احساسی که به یاد آورده اید مطابقت داشته باشد به با عنوان مثال اگر قرار بود احساس خشم و به انصافی را ابراز کنید می توانید آن را با لبه های تیز برش دهید و اگر قرار بود احساس گرم را ابراز کنید می توانید آن را با لبه های گرد برش دهید درست است اگر ابتدا نحوه برش دادن آن را قبل از برش دادن با مداد ترسیم کنید آسان تر خواهد بود وقتی برش آن تمام شد سعی کنید احساسات خود را با استفاده از وسایل رنگ مختلف بیان کنید یا می توانید ابتدا یک تصویر بکشید آن را رنگ کنید و سپس با قیچی برش دهید اندازه طرح به خود شما بستگی دارد پس آن را در اندازه که دوست دارید بکشید اگر خاطره ای است که تاثیر عمیقی دارد و براحتی فراموش نمی شود می توانید آن را در اندازه بزرگ بیان کنید حالا ویدیو را متوقف کنید و با یادآوری احساسات خود فعالیت را شروع کنید. وقتی که خاطرات و احساسات گذشته خودمان را به اشتراک می‌گذاریم، روابط ما صمیمیت‌تر و عمیق‌تر می‌شود. امیدوارم همه ما بتوانیم با شجاعت گذشته خودمان را بدون شرمندگی به اشتراک بگذاریم و همدیگر را تشویق و دلداری بدیم. با تشکر از همه شما برای شرکت در کلاس امروز.